سلام درود، خوش اومدید به این قسمت از ویدیوی آموزش های ماینکرافتیمون. امروز میخوایم با هم بریم که چجوری یه دونه اکانت ماینکرافت یا همون مایکروسافت یا ایکس باکس رو درست کنیم. پروژه سختی نیستش، من خودم تا الان میگم 4-5 تا اکانت درست کردم، همه رو دارم، ولی هیچ کدومش یه جورایی بگم کار میکرد، ولی خب نسخه ماینکرافت. خب اول از همه من بهتون بگم اگه برنامه مایکتی چیزی دارید پاکش کنید، دیگه به درد نمیخوره. من خودم داشتم همین دیروز، بالاخره بعد از یکی دو هفته تونستم، حالا این برنامه سرچ یا خودم حالا پیداش کردم هرچی بود، چی رو ما پاک کردم مایکت کلن، یعنی دیگه واقعا به درد نمیخوره. مثلا نسخه ای که از ماینکرافت بهمون میده نسخه بتا بهمون میده. من هر کاری میکردم تو یک هفته میرفتم زیر میگفتم ای مشکل از چی باید باشه، مشکل از نت خورده. حالا با وی پی ان میرفتیم کلا نمیذاش بریم، بدون وی پی ان میرفتیم که همون اول نمیذاش بریم. بعد داخل دیسکانکت میشدم داخل سرور، مثلا بالا نمیومد. بعد دیگه نمیدونم چه کارهایی و انجام میدادیم. دیگه تا به دیشب رسید، دیشب تقریبا ساعت 9 بود. دیگه گفتم خاطر چی مشکل داره دیگه ماینکرافت، هم الان چند تا اکانت الان درست کردم، هیچ فرقشون هم نمیشه گفتش با یه دونه سر ریژنش درست کردم. یکی رو با ژاپن درست کردم، یکی رو آلمان درست کردم، یه دو تا رو آمریکا درست کردم. من گفتم اینا الان هر کدومش اگه بخواد مشکل نداشته باشه یکیش حداقل باید بیاد، اگه همش که نمیشه مشکل داشته باشه. من گفتم حتما سیورش مشکل داره. بعد یه سایت رو تو ذهنم بود، رفتم تو همون سایت. شما اول میاد تو سایت فارسر وید، فارسر ویله نمیدونم، فکرم فارسر ویله، میاد داخلش و سایت خوبیه، بهتر از مایکت و اپلیکیشن های ایرانی مزخرفه. داخل گوگل پلی اگه بخواید اینو دانلود کنید، اینجا میزنه 7 دلار یا 10 دلار اینا میخواد و خیلی زیاده، تقریبا 300 تومن اینا میشه، 200 خورده 300 تومن ماینکرافت پارس. اینا رو تست میکنم بهتون میگم. خب شما میاد اینجا روی عکس ماینکرافتتون بزنید، این عکس ماینکرافتتون که نه، عکس خود ماینکرافت. ای آپدیت داد. خب میاد پایین اینجا توضیحات نوشته، داخل مثلا اینقدر در گوگل پلی به فروش میرسه. آره 7.50. آره بعد میاد پایین تر توضیحاتش نوشته، اطلاعات و اینجور چیزا. شما به هیچ وجه غیر از نسخه معمولی و رسمی V1 نقطه 19 نقطه 20 نقطه 02 با حجم 155 مگابایت که دارید اینجا میبینید هیچ کدوم دیگر رو دانلود نکنید. این یعنی مثلا شما به خودتون میگید این حجمش خوب بیشتر، این حتما بهتره دیگه، اینو دانلود میکنید میبینید هیچ فایده‌ای نداره، بعد تازه بدتر هم میشه چون نسخه بتاه. بعد من تا الان مثلا یک سالی میشه نسخه بتا رو دارم، بعد برام مهم نبود بخوام دارم تو سرور اینا میرفتم مثلا خودم بازی میکردم فقط. بعد الان که دیگه میخوام برم تو سرور و میخوام دیگه سرور داخل سرور مثلا بدوارز یا هر چیزای دیگه شو بازی کنم، این مثلا خب بهتره. بعد هیچ کدوم دیگر دانلود نکنید، فقط همون نسخه معمولیشو دانلود کنید. بعد اینکه از اینجا میام بیرون، خب شما برای ساخت اکانت باید اول یه وی پی ان داشته باشید. اگه میخواید آموزش درست کردن وی پی ان پروتون و ویندسکرایب بهتون آموزش بدم، چجوری مثلا داخل ویندسکرایب 10 گیگ مثلا اینترنت داشته باشید، یا مثلا داخل پورتون وی پی ان وی پی ان تو فعال بشه،
غير فا اون نه باشه که نتون ازش استفاده کنید. ما دلخواه یکی رو میزنیم غیر از تو یه مثلا برو رو آمریکا. حالا میاد برنامه ایکس باکس رو از از پلی دانلود میکنید. اینه، اینو دانلود کنید و داخل خود برنامهش برید و وایس بالا بیاد. خب اینجا پایین فرندتون رو میزنه، درخواست میده، تازه میاد. خب اینجا اسم و ایناتون رو میزنه که من فکر کنم یه حالتی سانسور کردم. اگه میخواید حالا داخل سرور جونشی، سرور اونم درست کردیم، آموزش سرورش هم میخوام بسازم چجوری سرور داشته باشیم بتونیم خیلی راحت باش کار کنیم و اینا. خب شما میاید یک کلاس لوگینش پیدا کنم، سینگ اوت، لوگین سینگ اوتش رو بزنید و میاد بیرون از اکانت. بعد سینگ این کنید. اینجا یه دونه اکانت اینی که فعلا هست روش رو داره به من نشون میده. من میگم میخوام جدید بسازم. شما اینجا کریتوان رو بزنید، اینجا یه دونه جیمیل بدید. مثلا من خب این جیمیل رو بدم، میزم این قبول نمی کنم، نمیدونم چرا. مثلا اینو میدم، خب اینم قبول نمی کنم، نمیدونم باز چرا دیگه. اینو باید قبول کن. شما یه دونه پسورد براش میذارید، نیکس میزنید. اینجا بیگینتون زده مثلا روی روی آنتیتسیس، اینو دست نزنید. اگه رو همون چی هستش دست نزنید، چون اگه اینو دست بزنید برید مرحله بعدیش که نیکس رو میزنید، اونجا بهتون میگه که شماره باید بدید، یه خورده بهتون شک میکنه. ولی شما این کار نکنید، اصلا به این دست نزنید مگر اینکه اینجوری کنید. دقیقا این سو دیگه بهش دست نزنید، دست خورد و اینجوری شد. حالا مثلا نیکس رو بزنم، یه دونه کود به جیمیل هم میره. خب ما منتظریم تو کود بیاد. فکر کنم نیمیت خودمون باید بیم دنبالش. اینجا کلا سانسوره، مثل میرم کودم دادم. آمین دوسته تو ایمیل هم شبیه هم دیگه، یه برده پیدایششون سخته. خب کود اومد و کپی اینجا پیستش میکنیم. خب اومدش به اینجا و اینجا میگه که الان بذار بیاد بهتون بگم چی میگه. خب اینجا باید تشخیص بده که شما به چی نیستید و اینجا میگه گراف میزنید و یاد یکی دوتا مرحله داره و انجام میدید و تموم میشه. اکانتتون به همین راحتی ساخته میشه. خب ما حالا اینجا کانتینوشیناش هم بهتون میگیم. بعد اینجا یه دونه اسم برای خودتون میذارید، مثلا من مانی رو مینویسم. آه قبول میکنم. این یه خوبی که داره، اینجوری میتونید هر اسمی بزنید اون تگ کنار اسمتون تغییر میکنه، اون تگ مهمه. مثلا این الان شد این، این تگش هم نمیتونید عوض کنید، خیلی بد. ولی مثلا اون یکی که من دارم 11-14 خیلی بده. خب اینو میسازیم و الان اکانتمون ساخته شد به همین راحتی. شما لسکو رو میزنید و دیگه میرید داخل اکانت و کارای اکانت رو میرسید. ولی خب من فعلا نمیخوام با این چی کنم، با من اکانت خودم میخوام باشم. بعد مطمئن باشید اکانت 100% کار میکنه.
اگر قبلش اونو درست کرده باشید بدون هیچ مشکلی. اگه مشکل داشت زیر کامنت این ویدیو بنویسید یا به من داخل اینستاگرام یا هر جای دیگه که میتونید دیسکورد به من پیام بدید، همه رو جواب میدم. بعد اینکه بریم داخل ماینکرافت و هم ببینیم. برای رفتم ماینکرافت من حالا با هم وی پی میتونید برید، خب بریم. نشد میم یه لحظه دی این اس عوض میکنیم. همچنان منتظریم. خب بالا اومد. سب کنید اسکرین لود چیه؟ اسکرین رایگان خیلی خوبی هم داره، اینا رو رایگان گرفتم حتی غیر از اینکه خودم درستش کردم. بعد خب شما پلیو بزنید، حتی قبلش بیاید داخل سیتینگ، چون بعد یه چیزی اونو اگه نصب کردید داخل فارسر وید نیاز نیست ماینکرافتتون پاک کنید، خودش نصب میشه میاد جای اصلیه. اینجا میتونید سابسکرایب کنید، نمیدونم از حرکت ها، و 8 دلار ازتون میگیره ماهانه، داره 4 دلار تو خواه. اینم ماه اینم ماه دقیق نمیدونم چه، این فکرم چیزاش بیشتره 8 دلاری. شما بیاید توی اشتماع دارم، بیاید توی پروفایل اینو بذارید روی سومی، اینو یوز بکنید، این دوتا غیر فعال باشه، این مهتره، این هم بذارید رو اکسلنار که اکسلنار برای حافظتونه، داخل گوشیتون ذخیره میشه. این داخل پایینش مال اپلیکیشن از جالب نیست، من نصف مپام داخل اونه. بعد این از این اینجا اکانتتون بهتون میگه و چجوریه، میاید حالا بیرون پلی، شما میاید اینجا، این یه تیکه ریلمز نوشته، این باید اینجوری بشه. بعد میاید اینجا، مثلا میخواییم بریم تو نیدر گیمز، یه خورد پینگ بدی به اون میده، بایش میبینم. خب بریم اینجا، الان به احتمال زیاد میگه تو وی پی ان داری و نمیتونی جوین بشی داخل سرور، احتمال 100% همین رو میگه. خب اومدیم، تقریبا یکی دو دقیقه است داره چی میکنه و اون علامت رو آورد. ما این دفعه میایم، چون پینگاش خیلی بده با این وی پی اینی که من رو زدم، یه خورد وای میستیم پینگش یکم بالا پایین بشه، یه خورد پینگش اومد پایین. الان ما منتظریم بهمون بگه که وی پی اینت مثلا آی پی اینا، بگه با وی پی این نمیتونی جوین بدی داخل سرور، فکر کنم باز نمیاره. با کنسلش میکنیم، من یه امتحان دیگه میکنیم، بعد میریم با دی ان اس چنجر میایم. مثلا بگیم اینکه نه، این مثلا یکی پینگش پوینتر باشه سرور. اینو جوین بدیم ببینیم چجوریه. این هم نمیشه، خب دیسکانکت میکنه. خب بایستید بذار لودینگشو بزنه، الان درست میشه سه احتمال 100%. میاید اینو میبندید، میبندید اینم ببندید، اینم ببندید. خب اینجا وی پی ان رو قطع میکنیم، به جاش دی ان اس 1111 رو میزنیم فارقش. خب وی پی ان وصل شد، دوباره میریم تو ماینکرافت. الان به احتمال 99% درست شد. شما اون اولش هم که میخواید بیاید با وی پی ان نیاید مهم نیست، زیاد اتفاق خاصی نمیفته، ولی بخواید برید توی سرورهای آنلاین، چون داخل ایرانیم و مثل همیشه تحریمیم، به ویدیو قبلی هم فکرم گفتم، و الان منتظر اینجا میاد اکانتتون رو لسکو میزنید، بعد میاد اینجا دوباره صفحه اصلی،
بس کنو یه دست میپره اسکینو دوباره میاد اسکینو تون پرید خود جواب جاش کن بید روی اسکینه دیگه بیاد درست میشه. خب حالا بریم پلی بزنیم اینجا میبینید سری بالا اومد. ما میخوایم بریم نیدر گیم و اینجا اینو میزنیم مثلا لودینگ کرد. خب نه نکرد. دیدید الان اینو باید بیاره وقتی چی میشید بعد اوکی میزنید شما باید وایس اینجا لودینگ ریسورس پکش ردیف شه یعنی بیاد. خب یک لحظه من اینام امتحان کنم ببینم اینام جواب میده مثلا این. آره روی اینام کار میکنه این ترفند. حالا میخوام بهتون بگم یعنی چند میگه یه میگه آره چرا عجیب یه دانلود ریزی هم داره اولین بار میخواد بری تو هر سروری. این خود بیشتر چی هم میگن باید با VPN که نه با DNS برید. من دور قبل با VPN رفتم و جواب نداد خودتونم دیدید تستش هم کردیم به صورت واضح. با DNS برید 100% جواب میده. این چه دو تا فاز داره 4 تا فاز داره دو تا چیه. خب حالا یه خود حرف میزنیم تا این فازش بره. بعد اینکه دیگه چی بگیم حتما مایکت پاک کنید چون واقعا واقعا مزخرفه. بعد ویدیو جدیدی تو راهه در مورد ماینکرافت قراره کلی ویدیو بسازم برای رفتم به سرور چجور سرور داشته باشیم پلاگین های سرور کلی چیزهای دیگه میخوام بزنم. آموزش های زیادی داریم امیدوارم خوشتون بیاد و ازش لذت ببرید. این هم احتمالا یا به دو بخش تقسیم بشه دو تا قسمت بیاد یا تو یه قسمت جمع بشه یعنی یه قسمت زیادی ولی میاد. الان خودش داریم ضبط میکنیم 18 دقیقه شد که 2-3 دقیقهش میره چون داشتیم سب میکردیم تا بره تو سرور و نمیرفت و اونش کات میخوره و الان اینجا منتظریم منتظریم که بیاد. این تیکه هم احتمالا کات بخوره اینجایی که من حرف زدم بمونه و اقش کات میخوره تو بریم داخل سرور. خب اینجا بالا اومد و خب این میگه که بنمون نگه کیکمون کردم به خاطر اینکه وی پی ان داشتیم. الان ما دوباره کیوب کرافت بود دیگه دوباره میایم و میریم روی کیوب سر کیوب کجاست اینجاست و اینو قطع میکنیم و یک لحظه وای میستیم پینگش بالا پایین شه خود درست. الان به احتمال خیلی زیاد میره تو سرور. آره رفت تو سرور و جوین شد و میراتی شما فقط پیدین وی پی ان وی پی ان کنه دی ان اس چنجر نیاز دارید. هر دی ان اس چنجر ولی خو این یکی یک خیلی معروف هم هست خیلی هم خوبه به نسبت دی ان اس های دیگه. اومدیم توی سرور وایس کیم هان چیه این چیه. خب داخل بازی واسه داخل سرور رو یه ویدیو جدا میذارم. میالون چی غلط کردم بلاب کنید بخوام برم. خب ما لفتش اینجا میزنیم او مای گاش چقدر جاله به این شکل میتونید اسکینتون هم همین وسط عوض کنید خیلی باله. خب سیوت میکنید. خب این درست شد دیدید. الان ما میریم داخل چی الان اعتماد میدم بتونید همینجوری جوین بشید. اینم با هم تست میکنیم. الان دوباره میریم تو کیوبه وای میسیم پینگش بپره جوینو میزنیم. اگه نشود آره شد شما یه بار با وی پی ان یا دی ان اس با دی ان اس چنجر سعی کنید اصلا وی پی ان بیخیال شید برید روی سرور یعنی برید روی یه سرور بزنید بهتون بگه که شما یا کیک شدید یا مثلا هر چی وی پی ان دارید وی پی ان هم بنویسه. اگه نوشت مثلا وی پی ان تو فعال به خاطر اون بند شدید یا کیک شدید بند که نمیشید کیکتون میکنم میندازن تو پیرات بیرون هم نمیندازه خود سرور میندازه چون با وی پی ان اومدید.
الان این درست شد. ما منتظریم اینم پینگش درست شد. درست شد. یکی دیگه ساب میکنیم. خب حالا جوین میدیم. این احتمال زیاد درست شد. چرا؟ چون یه بار با وی پین توی یک سرور رو رفتیم و الان همشون برامون بازن. و همینجا دیگه میخوایم خداحافظی کنیم. اگه چیزی از قلم انداختم حتما تو یه ویدیو دیگه درستش میکنم. اگه نشد همه رو درست گفتم یا مشکلی نداشتیم دیگه همین ویدیو اوکی میشه. مرسی که اینجا ویدیو رو نگاه کردید. من دیگه میخوام ویدیو رو تمام کنم چون خیلی تایمش زیاد شد، چون یکی دو تا ویدیو دیگه هم دارم باید اونا رو درست کنم. با ما چه فکرم تک کردم اوره. خب اینجا مهم نیست. هارد بو مهم نیست، توجهی بهت نمی کنم اصلا. خب مرسی که در اینجا ویدیو نگاه کردی. اومدیم یه جای خلوت و میخوایم بریم که ویدیو رو تموم کنیم دیگه. بسه این خداحافظی کردن خیلی سخته برام. تو ویدیو قبلی هم بود ول نمیکردم، همینجا یه چیز یادم میومد میگفتم. خب دیگه واقعا بریم و تیر اسکیم ندارم. خیلی اسکی ندارم یا خدا. این مشکلشم میرم پیدا میکنم تو ویدیو بعدی میذارم. مرسی که اینجا ویدیو رو نگاه کردید. اگه خوشحال میکنید لایک و سابسکرایب و زنگول و هر چیزی که میدونید و انجام بدید. کامنت هم بذارید اگه مشکلی داشتید یا من جایی رو باید گفتم یا هرچی نفهمیدید و داخل کامنت های این پست یا داخل دیسکورد اینستاگرام هر جایی که داخل یعنی میتونید و دسترسی دارید به من پیام بدید و به مشکلتون رو به من بگید. حتما بگید بدون هیچ حالتی رو در واسی هر چیزی که هست به من بگید، من به تو راهنمایی میکنم. اگه حالا جایی رو من باید گفتم بگید که درستش کنم، یه ویدیو بهتر مثلا بدم یا همچین حالتی. خب مرسی که اینجا ویدیو نگاه کردید. خدافظ تا ویدیو بعد. بدرود.